تو این ویدیو میخوایم اول خیلی کوتاه درباره شیخ بهایی صحبت کنیم و از حاشیه‌های زندگیش بگیم و در ادامه طریقه بسیار خاص و جالب تفعل شیخ بهایی به کتاب حافظ رو براتون بگیم که مطمئنم از دونستنش هم لذت میبرید و هم تعجب میکنید. بهایی دین محمد عاملی جبائی معروف به شیخ بهایی، علامه، فقیه، شاعر، تاریخ نگار، دانشمند و همه چیز دان ایرانی و عرب تبار در قرن دهم و یازدهم هجری بود که حدود 96 کتاب و رساله ازش به جا مونده. معروفتریناشون هم درباره فقه، حدیث، اخلاق، علوم و نجوم نوشته شده. یونسکو به پاس خدمات شیخ بهایی در سال 2009 که سال نجوم بود، نام شیخ بهایی رو در لیست مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. بریم یه نگاه اجمالی به زندگی شیخ بهایی داشته باشیم. شیخ بهایی به روایتی در 8 اسفند سال 925 خورشیدی در شهر بعلبک در کشور لبنان کنونی به دنیا آمد. پدرش فقیه بود و تبارش از خاندانهای بزرگ منطقه محسوب می شد. دوران کودکیش رو توی شام گذرون و تو 13 سالگی به همراه خانوادش به ایران و شهر قزوین اومد. اون زمان شهر قزوین پایتخت ایران و مرکز دانشمندای بزرگ ایرانی بود. بهایی‌دین هم زیر نظر پدرش و دانشمندای بزرگ اون زمان شروع به تحصیل کرد. وقتی 17 سالش بود، پدرش از طرف شاه طهماسب به صفوی شیخ الاسلام قزوین شد. شیخ الاسلام بالاترین منصب دینی شیعه در دوران صفوی بود. مقامی که بعدها به شیخ بهایی هم رسید و ایشون در 43 سالگی شیخ الاسلام شد. کمی جلوتر در زمان شاه عباس، مقتدرترین پادشاه صفویه، با توجه به انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، شیخ بهایی هم به اصفهان رفت و شیخ الاسلام کشور شد و تا زمان فوتش در این منصب موند. اون سفرهای زیادی به خارج از قلمرو صفویه مثل مکه، مصر و شام داشت که خیلی‌هاشون جنبه سیاسی داشتن. شیخ بهایی استاد خیلی از فیلسوفان و فقهای نامی ایران هم بوده. کسایی مثل مولا صدرا، محسن فیض کاشانی و محمد تقی مجلسی. ایشون کتاب‌های زیادی هم تألیف کرده که بیشترشون درباره فقه و تعدادی هم درباره علومه که چند تا از معروف‌تریناشون اینا هستن: الزبدت الاصول در حوزه اصول فقه، مثنوی نان و حلوا، اشعاری بر وزن مثنوی که مفهومشون آمیخته ای از طنز و موعظه است، و کتاب معروفش کشکول هم که شامل مجموعی از علوم و معارف مختلفه که توسط شیخ جمع‌آوری شده. اگه بخوایم بناها و اختراعاتی که به شیخ بهایی منصوب شده رو بگیم، یه لیست بلند بالایی از بناهای عظیم دوره صفویه گرفته تا نون سنگک و فرنی و حلوا شکری تشکیل میشه. این در حالیه که ممکنه خیلی از مواردی که در لیستمون داریم واقعا متعلق به شیخ بهایی نباشن. درسته که شیخ بهایی عالم بزرگی بوده و در ریاضیات هم تبحر داشته، ولی آیا تمام چیزهایی که تا امروز به ایشون نسبت دادن واقعا کار ایشونه؟ بریم بررسی کنیم ببینیم که داستان چیه. سازمان میراث فرهنگی در جریان برگزاری همایش بزرگداشت شیخ بهایی ادعا کرد که شیخ بهایی معمار بوده و ساخت تعدادی از بناهای تاریخی رو به ایشون نسبت داد، در حالی که به گفته برخی از صاحب نظران و فعالان میراث فرهنگی هنوز هیچ سند رسمی وجود نداره که اثبات کنه که ساخت مسجد امام اصفهان، مدرسه چهارباغ، حمام شیخ بهایی و طراحی میدان نقش جهان که همه اینا به شیخ بهایی نسبت داده میشه واقعا توسط ایشون انجام شده باشه. اول از همه این که در کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی که درباره تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم توسط یکی از دبیران دربار صفوی نوشته شده، هیچ اشاره‌ای به معمار بودن شیخ بهایی نشده، ولی از ایشون به عنوان فقیه، مفسر قرآن، عالم حدیث و علوم دیگه یاد شده. از طرفی هم مسجد امام اصفهان که ساختش منتسب به شیخ بهاییه یک کتیبه در سردرش داره که تو پایینش نوشته معمار مسجد استاد علی اکبر اصفهانی با صفت نادره دوران و مهندس ناظر مسجدم محب علی بیک الله هست و نامی از شیخ بهایی نیامده. یکی دیگه از بناهایی که ساختش رو به شیخ بهایی منصوب کردن حمام شیخ بهاییه که میگفتن شیخ بهایی این حمام رو جوری طراحی کرده که فقط با روشن کردن یه شمع آب تموم حموم گرم میشه.
ولی سندی برای اثبات این طراحی خاص وجود نداره و جهانگردهایی که به اصفهان اومدن و درباره بناهاش نوشتن و حتی به حمام شیخ بهایی اشاره کردن درباره وجود یه همچین سیستم پیچیده‌ای چیزی نگفتن. به علاوه در تاریخ کتیبه سردر حمام شیخ بهایی اومده که این حمام 34 سال بعد از فوت ایشون ساخته شده. پس چرا اسمش حمام شیخ بهاییه؟ اون زمان رسم بوده که وقتی بزرگی در شهری زندگی میکرد، اسم اون بزرگ رو روی مکانهای شاخص اون شهر یا روی مکانهای شاخص محل زندگی اون شخص میذاشتن و احتمال داشته برای همین این حمام که در نزدیکی منزل ایشون بوده به حمام شیخ بهایی معروف شده. یه مورد دیگه‌ای که به شیخ بهایی نسبت میدن مهندسی تقسیم آب زاینده رود در تومار تقسیم آب زاینده روده. ابن رسته یکی از کاشفان و گیتی‌شناسان بزرگ جهان تقسیم آب زاینده رود رو تو کتابش به اردشیر بابکان نسبت داده. یعنی حداقل از 1800 سال پیش زاینده رود دارای برنامه تقسیم آب بوده. ضمناً در اصل نسخه تومار نامی از شیخ بهایی وجود نداره. علاوه بر اینها هیچ سندی وجود نداره تا ثابت کنه که ایشون در زمینه طراحی میدان نقش جهان و یا میدان امام اصفهان نقشی داشتن. اما چون در بین مردم از مقام بالایی برخوردار بودن، به همین دلیل بیشتر بناها و مکانهای مهم رو به ایشون نسبت میدادن. اینکه چرا روز سوم اردیبهشت ماه رو به نام این عالم بزرگ نامگذاری کردن جای سوال داره. این روز نه مصادف با تولد و نه مرگ شیخ بهاییه. این در حالیه که خیلی از سایت‌ها اشاره می‌کنن که سوم اردیبهشت به مناسبت روز تولد شیخ بهایی به نام روز معمار نامگذاری شده. با یه سرچ ساده در اینترنت هم میشه فهمید که تاریخ تولد شیخ بهایی اصلا در اردیبهشت نیست و تاریخ مرگش هم که در شهریوره. پس چرا روز سوم اردیبهشت در ایران روز معماره؟ اگه متوجه شدید لطفاً به ما هم بگید. این بود داستان فقیه و دانشمند بزرگ دوران صفوی که آثار ارزشمندی از خودش به جا گذاشت. شیخ بهایی به اندازه کافی دانشمند و نابغه بود و اصلا نیازی به بزرگنمایی بیشتر در خصوص ایشون نیست. خب همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم، بعد از معرفی اجمالی شیخ بهایی میخوایم بریم سراغ روش بسیار جالب شیخ بهایی برای تفعل به شعر حافظ. من اولین بار وقتی داشتم داستان زندگی حافظ رو کار میکردم، در مقدمه کتاب فرهنگ ناب حافظ به کوشش محمود نامنی و عطالله پرویز روشن با این طرز تفعل به شعر حافظ به شیوه شیخ بهایی آشنا شدم. روشی که با استناد به همین کتاب به شیخ بهایی نسبت داده شده. قبل از اینکه روش رو توضیح بدم، اول باید یه اشاره‌ای به ایراد و اشکالی که در تفعل به شعر حافظ وجود داره بکنم. ببینید، وقتی ما می‌خوایم به دیوان حافظ تفعل بزنیم، معمولاً روش همه ما اینطوریه که کتاب رو دستمون می‌گیریم، نیت می‌کنیم، تمرکز می‌کنیم و بعد کتاب حافظ رو باز می‌کنیم. اگه دقت کنید، همیشه ما با اشعاری از غزلیات حافظ روبرو میشیم که در نیمه های کتاب درج شده و احتمال این که مثلا 10-20 غزل اول حافظ رو باز کنیم یا 10-20 غزل آخرش رو باز کنیم خیلی کمه. در عوض احتمال این که غزل های میانی حافظ رو باز بکنیم خیلی زیاده. پس اینجا عدالت بین غزل ها رعایت نمیشه و احتمال خواندن غزل ها با هم یکی نیست. اما در روش جالب شیخ بهایی احتمال خوندن تمام غزل‌ها با هم دیگه برابره. این روش رو با ذکر یک مثال توضیح میدم. تو این روش اول باید از بین اعداد 1 تا 50 یک عدد رو انتخاب کنیم. ما هم عدد 7 رو انتخاب میکنیم و به جدول شماره 7 میریم. توضیح این که 50 تا جدول از قبل وجود داره که تو این جداول یه سری حروف نوشته شده و ما باید یکی از این جدول‌ها رو انتخاب کنیم که الان برای مثال ما جدول شماره 7 رو انتخاب کردیم. در مرحله دوم ما باید تمرکز کنیم و انگشت خودمون رو روی یکی از خونه های جدول بذاریم و اون حرفی که انگشت ما روش قرار گرفته رو یادداشت کنیم. توی مثال ما انگشت خودمون رو روی حرف خ گذاشتیم و این حرف رو یادداشت میکنیم. حالا باید توی همین جدول 6 تا حرف بریم جلوتر و حرف بعدی رو کنار حرف خ یادداشت کنیم و همینطور 6 تا 6 تا بریم جلو تا به آخر جدول برسیم. خیلی سریع این کارو میکنم که ببینید.
حالا که به آخر جدول رسیدیم، ادامه شمارش را از بالای صفحه انجام میدیم و حروف جدید رو بالای حروف قبلی مینویسیم و شمارش رو ادامه میدیم تا برسیم به اولین حرفی که نوشته بودیم. خب، رسیدیم به اولین حرف. حالا کافیه حروفی که نوشتیم رو بذاریم پشت سر هم تا مصرع اول غزلی که برامون اومده خودشو نشون بده. صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم. صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آبات خرابات برکشیم. اشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان، روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم.